این حرف من اینه که من برای یه نوع سبک خودم رو پیدا کردم که زنده کار میکنم و جلوی میتونم جلوی تماشاچی بشینم و کارم رو انجام بدم، ولی هر کسی میتونه نوع خود استایل خودش رو پیدا کنه و بتونه کار بکنه و بتونه ادامه بده اون کارو. و من تنها حرفی که میتونم بزنم اینه که آقای واقعا استاد بزرگمون آقای الخاص که خدا رحمتشون کنه تو دانشگاه همیشه بله هانیبال، آقای هانیبال الخاص همیشه به ما میگن تو دانشگاه میگفتن تا میتونید دست بکشید از دست کشیدن دست نکشید، برای اینکه دست یه آناتومی خیلی سختی داره. بعدم همیشه وقتی میمرن و این میگن آویزه گوش آدم شده، خیلی آناتومی سختی، یعنی سختن قسمتیه که به تو بخواید این دست رو با این تمام این اعضا مثلا بتونی یه دست بکشی، با حالا با فرمای متفاوت. و این و واقعا استاد میگفتن که دست بکشید تا میتونید از دست کشیدن دست نکشید و میگفت چون سخته بعد این کارو بکنید. و منم همین رو میگم، یعنی من نمیگم، یعنی من از ایشون الهام گرفتم که واقعا این کار سختیه، یعنی واقعا آدم بخواد زندگیش رو از روی کار هنریش ادامه بده کار بسیار سختیه، خیلی چالش توش هستش، خیلی بالا و پایین داره، ولی اگر واقعا به اطمینان داریم به خود من فکر میکنم که همیشه میتونی موفق بشی و موفقیت در حال به از چشم خیلی فرق میکنه. مثلا چشم من امکان داره خیلی موفقیت فرق بکنه. من امشب فکر میکنم همین که در کنار دوستان بودم و تونستم سه تا کار انجام بدم، برای من این زیباترین حالت بود. اگه بتونم هر جای دیگه یه کار هنری انجام بدم، یه چیزی نشون بدم از خودم که بتونم یه چیز مثبتی داشته باشه برای بیننده، برای من اون کار موفقیت آمیزیه. و من تنها توصیه‌ام اینه که باید کار کرد. همین. در مورد سال دومتونم که چطوری با من تماس بگیرید، خب البته این فیسبوک این هستش و همه میتونن ازش استفاده، یعنی لیلا سالارتاش هستم و میتونید منو پیدا کنین. ایمیل آدرسم هم هستش لیلا سالارتاش که lailasalartash@gmail.com. میتونید با من تماس بگیرید یا میتونید با تو فیسبوک حتما اگه 100% دوستتون باشم یا هر چیزی یا پیغام بفرستید، من به هر حال میتونید با من اینطوری تماس بگیرید. من ازت خیلی سپاسگزارم. در کنار اجرای موسیقی من تا اونجایی که اجازه میداد نگاه میکردم به تابلوات و از اون حرکتت و از اون شوق و اشتیاقت و روح حرفه‌ایت خیلی لذت می‌بردم. آرزوهای خوب دارم، امیدوارم بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم. و من یه صرف دیگه دارم، من اول برنامه بهتون گفتم آقای همایون خان، من نمیدونم به فارسی باید بگم که من بسیار سپاسگزارم که شما اومدین و این موسیقی رو اجرا کردین، موسیقی زیبا رو، و من بسیار شکرگزارم. I'm so honored که نشستم اینجا کار کردم در کنار موسیقی شما و تونستم 4 خط بکشم. اینم لیلا خانم از روح حرفه‌ای شما است. شما به همه هنرمندا عرض میذارین و به خاطر اینکه خودتون حرفه‌ای هستین من آرزوهای خوب برات دارم. به خداحافظی کنیم. قربان شما. بینندگان برنامه ضیافت براتون آرزوهای خوب دارم. مهرتان فزون، عشقتان جاویدان. تا برنامه بعد، روز روزگار بر شما خوش.